از دیشب که اپل آیفون های 16 رو معرفی کرد نظرات ضد و نقیزی راجع به دوربین اونها وجود داشته بعضی ها معتقدن که تغییرات مثبتی وجود داشته و بعضی ها میگن که اپل خودش رو مسخره کرده خب نظر من چیه؟ بریم که راجع مشخصات و تغییراتش صحبت کنیم سلام خیلی خوش اومدید به کانال من مهدیم اکاس و ویدیو ساسه و حقیقتا میخواستم دیشب بعد از مراسم اپل دقیقا بشینم ویدیو رو ضبط بکنم ولی خب خوابم می اومد. بگذاریم مشخصات رو که دارم نگاه میکنم به نظرم تغییرات مثبتی وجود داشته ولی یه جاهای اپل خودشو مسخره کرده یعنی چی؟ یعنی بهونه داده دست هیترا که بیان مسخرش بکنن حالا میرسیم بهش اشاره میکنم بریم سراغ آیفون 16 و 16 پلاس دوربین اصلی 48 مگاپیکسل. یعنی رزولوشنش تغییری نسبت به آیفون 15 و 15 پلاس نداشته که به نظر من کاملا اوکیه اون موقع که گوشی های اندرویدی داشتن سعی میکردن دوربین های 108 مگاپیکسلی تولید بکنن اپل داشت با دوربین 12 مگاپیکسلی خودش همه رو میزد کنار پس اضافه کردن علکی رزولوشن دوربین کاملا بیفاید است اما اپل اینجا چه کاری میکنه؟ میاد این رو با آیفون 14 مقایسه میکنه یه که دوربینش 48 مگاپیکسلی چهار برابر رزولوشن بالاتر نسبت به با آیفون 14 داره خب چرا باید بیای گوشی امسال رو با گوشی دو سال پیش خودت مقایسه بکنی مثل مرد بیا بگو که رزولوشن رزولوشن مناسبیه و ما دست بهش نزدیم فاصله کانونش 26 میلیمتر دریچه دیافراگم میشه 1 و 6 هم داره اینا که همیشه بود اما بریم سراغ لنز در واقع دو ایکس که لنز جداگونه نیست اپل چیکار میکنه میاد سنسور اصلی رو از وسطش یک کراپ میگیره و به شما میگه که این لنز دو ایکسه البته ادعا میکنه که لنز جداگونه براش وجود داره چی ادعا میکنه میگه اپتیکال کوالیتی داره یعنی که مثل یک زوم اپتیکال به شما کوالیتی میده اما هم من میدونم هم شما میدونید که هرگز کراپ کردن یه تصویر استفاده کردن از مرکز یه سنسور دیگه اپتیکال کوالیتی به شما نمیده و کیفیت دو x همیشه کمتر است یک ایکسه. حالا اپل چرا هم چه ادعای میکنه میگه عکس هایی که شما رو حالت دو X میگیرید از یک سیستم پردازشی جداگونه استفاده میکنه که لایه ها رو جدا, جدا هست هم در نظر میگیره تا بتونه پردازش بهتری انجام بده و اسم این دوربین رو میذاره فیوژن کمرا که باعث میشه توی نور کمتر عملکرد بهتر داشته باشه و شاتر لک هم نداشته باشه من خیلی با این قضیه حال نمیکنم که بیاد بگه دو ایکس ما یه اپتیکال کوالیتی داره در صورتی که ما میدونیم نداره اما بریم سراغ دوربین اولترا واید همون دوربین 12 مگاپیکسلی که کیفیتش هرگز به دوربین اصلی نمیرسه متاسفانه اما اپل میگه که این دوربین یه دوربین جدیده که دو ممیز شیش برابر بیشتر نور رو از خودش عبور میده در واقع دیافراگش از دو چار شده 2.2. که باعث میشه توی نور کمتر عمل کرده بهتری داشته باشه شاتر لگ کمتری داشته باشه و کیفیت بهتری ارائه بده اما دو تا اتفاق خوب افتاده یک الان اتوفوکس داره دو عکاسی ماکرو رو هم پشتیبانی میکنه من واسه هم جای تعجب بود که چرا توی 15 معمولی ماکروگرافی وجود نداشت الان خوشبختانه دیگه وجود داره با وجود همه اینا اپل اعلام میکنه که شما از این به بعد انگار چهار تا دوربین مختلف توی جیبتون دارید یک ماکرو حالت ماکرو دو اولترا واید سه لنز معمولی و چهار زوم دو x اما در مورد ویدیو صحبت بکنیم هیچ تغییر خاصی رخ نداده همچنان همون فورکی 60 فریم رو میگیره و علاوه بر اون اسپیشال آدیو و اسپیشال ویدیو هم میگیره یعنی چی؟ یعنی اگر برای اپل ویژن پرو بخواید تصویر بگیرید یا عکس بگیرید میتونید از قابلیتش استفاده کنید اما بریم سراغ نسخه های پرو که اتفاقات خوب توی نسخه های پرو افتاده سنسور اصلی سنسور جدید 48 مگاپیکسلی جنریشن دومه و زوم 2x هم همچنان روی 48 مگاپیکسل میتونه انجام بشه یعنی که مثل حالت های های معمولی اینطوری نیست که بیاد یک کراپی رو از سنسور بگیره همچنان از تمام رزولوشن شما میتونید روی زوم 2x استفاده کنید دوربین اصلی که همیشه خوب و عالی بوده اما اتفاقی که من خیلی ازش خوشحال شدم این بود که لنز اولترا واید هم رزولوشنش رفت بالا خب اپل هیچ وقت به نظر من توی لنز اولترا واید عمل کرده فوقلاده ای نداشت مخصوصا توی نور کم مخصوصا توی جزئیات توی کیفیت لنز اولترا واید اونقدر را عمل کرده خوبی نداشت الان مثل اینکه این رو بهبود دادن و حالا باید بیا در عمل ببینیم که چه اتفاقی افتاده آیا میتونه به پای لنز اصلی برسه یا نه دیافراگمش 2.2 دو دو اتوفوکس هم داره اما لنز 5X لنز 5X که سال پیش توی آیفون 15 پرو مکس فقط در واقع در دسترس بود مدل پرو اون رو نداشت توی 16 توی مدل پرو هم اومده حالا هم پرو هم پرو مکس لنز 5X رو پشتیبانی میکنن. اما اصل اتفاقات تو زمینه فیلمبرداری افتاده 4K 120 اینجاست که فوق العاده است شما بتونید اسلو موشن های خیلی خوبی رو بگیرید با رزولوشن 4K توی نسخه های قبلی اسلو فقط در حالت HD 240 فریم در دسترس بود اگر میخواستید که روی حالت 4K اسلو داشته باشید باید 60 فریم میگرفتید بعدا خودتون اسلو کردید الان داخل خود اپ میتونید در واقع اسلوموشن رو انجام بدید و به جای 60 فریم میتونید تا 120 فریم بر ثانیه اسلو بگیره که میتونید سرعت پلی بکش رو تغییر بدید بخواید 4 برابر اسلو بکنید بخواید 2 برابر اسلو بکنید یا با حالت عادی پخشش کنید پرو رز میگیره لاگ میگیره و 4 120 در حالت لاگ با اکسترنال استوریج میتونید انجام بدید یعنی چی باید یک حافظه هارد دیسک بهش وصل تا بتونید از این قابلیت استفاده کنید اما قابلیت جدید سینماتیک اسلو توی آیفون 15 سری 15 اسلو سینماتیک نمیتونست باشه الان نه تنها سینماتیکه بلکه فورکی 120 رو هم در حالت سینماتیک ما داریم و تیزری که خود اپل نشون داد که خیلی جالب و باحال بود و باید در عمل هم بیایم تستش بکنیم ببینیم واقعا همچین کیفیتی رو به ما میده یا نه اما ویژگی سخت افزاری که به هر دو سری سری های معمولی و سری های پرو اضافه شده کمرا کنترل باتن یه دکمه است که خیلی از کارها رو میتونید باهاش انجام بدید یه دکمه یه که هم کلیک داره هم کلیک یواش داره هم این که شما میتونید روش روش اسلاید بکنید و با لمس یک سری کنترل ها رو انجام بدید چه کارهایی میکنه الان بهتون میگم اگه فقط یک کلیک بکنی دوربین باز میشه برای من قابلیت خیلی خوبیه بعضی وقتا میخوای از یه صحنه خیلی سریع عکاسی بکنی فوری بری تو دوربین یک کلیک میکنی دوربینت بالا میاد یک کلیک دیگه بکنی عکس میگیره یعنی سرعت عمل توی عکاسی خیلی رفته بالا حالا بعد از اینکه دوربین رو باز کردی اگه نگهش داری شروع میکنه به ویدیو ضبط کردن که سرعت عمل توی ویدیوگرافی هم بالا میبره اما همونطوری که گفتم فقط یک مدل کلیک نداره این دکمه اگه یک کلیک یواشوش انجام بدید تنظیمات رو بالا میاره چه تنظیماتی رو میتونید انجام بدید مثلا با اسلاید کردن روی این دکمه میتونید بین لنزهای های مختلف جابجا جا بشید و در واقع زوم رو انجام بدید اگه دو بار کلیک یواش بکنید تنظیمات دیگه باز میشه چه تنظیماتی مثل تنظیمات عمق میدان که شبیه کدوم دیافراگم براتون انجام بشه تنظیمات زوم که اشاره کردم بهش و همچنین اکسپوژر یا همون نوردهی دوربین رو هم میتونید جابجا کنید. جا بکنید یه قابلیت جالب دیگه هم این دکمه داره این که توی بعضی از اپلیکیشن ها شما میتونید عکس و فیلمتون رو به صورت مستقیم تو شیر بکنید مثل اسنپچت یه قابلیت هم گفتن که قرار بعدا اضافه بشه به نام اتوفوکس لاک به چه کاری میاد اگه بخواید روی چهره یا روی آبجکتی شما فوکستون رو لاک بکنید که ترک بشه میتونید این کار رو انجام بدید الان توی دوربین های فعلی شما میتونید فوکوستون رو با تاش کردن طولانی مدت قفل بکنید اما دیگه ترک انجام نمیشه اگه سوژه عقب و جلو بشه فوکوس همون جای قبلی میمونه و این به نظر من ترک کردن فوکوس اتفاق خیلی مثبتیه اما این دکمه با اپل اینتلیجنس هم آمیخته شده اگر شما بخواید اطلاعاتی رو راجع به هر چیزی به دست بیارین میتونید با این دکمه این کار رو انجام بدید از یه رستوران عکس بگیرین زمان فعالیت رستوران و منوش رو براتون میاره از یک گیاه عکس بگیرید اطلاعات اون گیاه رو بهتون میده از یک حیوان عکس بگیرید نوع نژادش و خصوصیات اخلاقیش رو بهتون اعلام میکنه البته قبلا هم این مشخصات این امکانات وجود داشت گوگل این امکانات رو ارائه میداد روی نه تنها گوشی های اندرویدی روی خود آیفون هم میشد نصبش کرد اما اتفاقی که الان افتاده اینه که دسترسی بهش خیلی سریعتر شده اما این سری امکانات نرم هم اضافه شده که احتمال خیلی زیاد اکثرش رو گوشی های قبلی هم در قالب آپدیت دریافت میکنن مثل چی مثل گالری جدید طراحی گالری رو عوض کردن که شما توی گالری میتونید یه سری ادیت ها رو روی عکستون انجام بدید مثلا قابلیت کلین اپ وجود داره سوژه های اضافی و مزاحمی که توی تصویرتون وجود داره رو میتونید خیلی راحت حذفش بکنید خودش میاد تصویر رو بازسازی میکنه و اون سوژه رو حذف میکنه یه قابلیتی که من ازش خوشم اومد حذف کردن نویز باد بود برای من خیلی اتفاق میفته که ویدیو میگیرم دارم توش صحبت میکنم یا ویس میدم حالا نمیدونم توی ویسم هم کار میکنه یا نه صدای باد میزنه همیشه خراب میکنه میاد به صورت هوشمند صدای باد رو از ویدیوهای شما حذف میکنه و صدای واضح رو نگه میداره استایل های رنگی جدیدی اضافه شده که مثل قبلی ها نیست که فقط یه پریست رنگی باشه که شما روی عکستون بندازید قابلیت های شخصی سازی داره و هوشمند عمل میکنه یعنی اینکه میاد عکس رو به چند قسمت به لایه های مختلف تقسیم میکنه رنگ پوست رو تشخیص میده هایلایت ها میتون ها و شادو ها رو تشخیص میده و این استایل های رنگی رو متناسب... با عکس روشون اعمال میکنه شما میتونید با استفاده از کنترل باتن هنگام عکاسی این استایل ها رو فعال بکنید و عکستون رو با اون استایل بگیرید یا اینکه بعدا توی گالری این استایل ها رو روی عکستون اعمال بکنید همچنین یک کنترل پدی هم داره که شما میتونید با تاچ کردن و جابجا جا کردن اون پد شخصی سازی هم بکنید این استایل های رنگی رو که به نظر من این هم قابلیت خوبیه. در کل از تغییرات آیفون های 16 خیلی راضی نیستم قابلیت ماکرو خوبه اوتوفوکس اولترا واید خوبه اما بقیش اتفاق خاصی نیفتاده قابلیت های نرم افزاری خوبن کمرا کنترل باتن عالیه به نظر من که توی هر دو تا نسخه وجود داره اما قابلیت های فیلم آیفون های پرو و پرو مکس واقعا فوق البته گول تبلیغاتی که اپل میکنه رو نخوریم اگه اون موزیک ویدیو ویکن رو دیده باشید که صحنه هاش رو براتون میذارم شرایط ضبط اون موزیک خیلی مهمه اون نورپردازی اون چیدمان صحنه ست دیزاین هیزی که استفاده شده وجود یک کارگردان این هاست که اون تصویر رو ایجاد کرده نه صرفا یه آیفون اگر اون آیفون رو بردارید همین جوری برید بیرون بخواید فیلم بگیرید اصلا توقع نداشته باشید که اون کیفیت رو بهتون بده اما اگر تقلبی صورت نگرفته باشه و اون تصاویر واقعا با آیفون ضبط شده باشن خب خیلی خوبه نظر شما چیه؟ ناامید شدید یا حس میکنید تغییرات و امکانات مفیدی اضافه شده توی کامنت بنویسید ممنون که ویدیو رو دیدید فعلا خدافظ